تورنج ریاضاریان، بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر. او مدرک کارشناسی ارشد خود رو در این رشته از دانشگاه دولتی سان فرانسیسکو دریافت کرد و در تهیه و تولید آثار نمایشی گوناگونی همکاری داشته. او بنیانگذار و سرپرست گروه نمایشی گولدن ترید و یا ریسمان طلایی در سان فرانسیسکو است. این گروه نمایشی غیر انتفاعی تلاش میکنه تا از طریق تئاتر و ادبیات فرهنگ خاورمیانه و ایران رو به جهان غرب معرفی کنه. گولدن ترید پروداکشن بیش از 10 ساله که در عرصه هنر فعاله و نمایش های بسیاری رو هم روی صحنه برده. امشب با خانم تورنج ریاضاریان، سرپرست این گروه هستیم تا درباره تاریخچه و برنامه های این گروه صحبت کنیم. به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما در سان فرانسیسکو هستید. سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوشحالم شما رو در برنامه داریم و سپاسگزار میشم در ابتدا واسه بینندگان ما توضیح بدید اصلا چی شد که شما جذب فعالیت‌های هنری و نمایش شدید؟ ارتباطی به فعالیت‌های مادرتون خانم ویدا قهرمانی داشته؟ حتما ارتباط داشته. من از وقتی که ایران بودم در کودکی توی مدرسه کارهای هنری میکردیم، برنامه رقص داشتیم، برنامه تئاتر داشتیم و مادرم سالهای آخری که ایران بودیم توی کانون پرورش فکری کلاس تئاتر درس میدادم و من اونجا باهاشون کلاس برداشتم. بعد امریکا که اومدیم من کلاسای تئاتر رو ادامه دادم توی دبیرستان و دانشگاه، ولی در واقع تمرکزم اول روی میکروب شناسی بود به تشویق خانوادم که مدرکم رو در رشته‌ای بگیرم که بتونه آینده داشته باشه و موفق باشه. و ولی به هر حال بعد از سالها که همینطور کارهای حاشیه‌ای تئاتر رو ادامه میدادم کاملا تمرکزم رو عوض کردم و در سالهای 90 اومدم به کالیفرنیا و رفتم همونجوری که گفتین به سان فرانسیسکو استیت یونیورسیتی و اونجا فوق لیسانس تئاتر گرفتم. چیزی که متوجه شدم اون موقع این بود که در واقع حداقل توی سان فرانسیسکو اونجایی که من زندگی میکردم نبودن گروه های تئاتری که یا علاقمند بودن یا اصلا میشناختن هنرمندای مال خاورمیانه رو، چه ایران چه هنرمندای عرب، و احساس میکردم که برای کارهای من به اون صورت جایی نیست. و به این دلیل بود که خودمون یه گروهی تشکیل دادیم. بچه‌ای بودیم اون موقع، همکار من ماریا زمرود که مال لبنان هست، خواهرم ترمه ریاضاریان که نقاشه و در کارهای دکور به ما کمک میکرد، و همطور خانم قهرمانی که استاد ما هستن و هنرمند بزرگ. با هم دیگه این گروه رو تشکیل دادیم و اولین کارمون در واقع پروژه فارغ التحصیلی من بود از سان فرانسیسکو استیت یونیورسیتی که یک اقتباس مدرن بود از نمایش کلاسیک یونانی لیسیستراتا که توی سان فرانسیسکو ما اینو روی صحنه بردیم و اسمش بود Operation No Penetration که اگه با داستانش آشنا باشین این یک نمایش کمدی بر علیه جنگ. اما اصلا چرا شما گروه نمایش ریسمان طلایی رو پایه گذاشتید، Golden Grid Productions، و چرا این نام رو براش انتخاب کردید؟ والا اسم گروه تئاتر الهامش از داستان آریادنی گرفته شده. نمیدونم آشنا هستین با داستان آریادنی یا نه، ولی این داستانش اینجوریه، یه داستان قدیمی یونانیه که اینجوریه که توی هیولایی بوده ته 1000 تو یه لبرنت، و این هیولا هر سال از مردم شهر میخواسته که دخترای جوونشون رو قربانی بکنن برای این هیولا، و وقتی که هر کس میرفته، جنگجویان میرفتن که با این بجنگن و بکشنش و از بین ببرنش، توی 1000 تو گیر میکردن و کشته میشدن. به هر حال یک قهرمانی میاد، تیسیس، که بره بجنگه با این هیولا، و آریادنی عاشق این قهرمان میشه و بهش یه گوله ریسمان طلایی میده که
با خودش ببره توی هزار تو و وقتی که بعد از اینکه هیولا رو کشت بتونه راه خودش رو پیدا بکنه که از توی هزار تو بیاد بیرون. و این برای من یه جوری الهامیه که چجوری تئاتر و هنر کمک میکنه به خود من شخصا که راه هم رو توی زندگی پیدا بکنم. خانم یقی آزاریان، در آثار شما توجه خاصی به مسائل خاورمیانه وجود داره، حالا امیدوارم برسیم به جنبه های گوناگونش بپردازیم، ولی چرا این موضوع برای شما اهمیت داشته و بیشتر فعالیت های هنریتون رو روی همین موضوع متمرکز کردید؟ خب یه مقدارش به خاطر اینه که من خودم شخصا به عنوان یه نویسنده تئاتر نمایشام اکثرا در مورد تجربه زنای ایرانیه در امریکا یا تجربه ایرانیاست، اون چیزایی که من باهاش آشنا هستم. و وقتی که شروع کردم به نوشتن یه جوری به طور طبیعی کشیده شدم به اینجور داستانها. و مثلا نمایش اولی که نوشتم نمایشی بود به اسم دیدار که بعدا به انگلیسی که ترجمه کردیم اسمشو گذاشتیم ویوز، و این راجع به دو تا زن ایرانیه که زمان انقلاب با همدیگه همکار بودن و بعدن بعد از 17 سال دوباره همدیگه رو در امریکا میبینن. خب این تجربه هاییه که به اون صورت شما روی صحنه تئاتر امریکا نمیبینین، شما این شخصیت ها رو روی صحنه تئاتر امریکا نمیبینین، مخصوصا توی سالهای 90. الان شما ممکنه افرادی که آشنا باشن با تئاتر امریکا ممکنه ببینن که مثلا نویسنده های الان داریم، هدر رافو یه نویسنده عربه یا یوسف الگیندی نویسنده مصریه که شاید کارش به طور خیلی محدود الان توی امریکا داره روی صحنه میره، ولی اون موقعی که ما اواخر سالهای 90 داشتیم کار میکردیم هیچ نه علاقه ای بود نه کنجکاوی بود به اون صورت، با وجودی که میتونین شما بگین که خاورمیانه و اون موقع مخصوصا ایران چقدر رابطش با امریکا یا اتفاقایی که توی ایران میفتاد چقدر تحت تاثیر میذاره سیاست امریکا رو. و یه جوری جای تعجبه که چطور ما بیشتر نمیبینیم داستانهای خاورمیانه رو توی امریکا. و سعی ما در این سالها این بوده که ما این شخصیت‌ها و داستانها رو به تماشاگران تئاتر امریکا معرفی بکنیم و موقعیت هایی ایجاد بکنیم توی برنامه هامون که بتونیم با تماشاگرامون صحبت بکنیم و سوال برانگیز باشه کارامون، که امیدواریم که رفته رفته تماشاگرای امریکاییمون یعنی همه تماشاگرامون بیشتر و بیشتر هم کنجکاو بشن که خودشون یاد بگیرن راجع به مسائل خاورمیانه. و همین که این استریوتایپ هایی که توی اخبار و برنامه های مختلف میبینن یه مقدار اون ایمیج ها تو ذهنشون تغییر پیدا بکنه.